سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. آیا راز پشت پرده ثروت وارن بافت میتونه به ثروتمند شدن ما کمک بکنه؟ اگه این سوال برای شما پیش اومده، باید بگم با این اصول و رازهای ثروت شما با سرعت بیشتری به سمت اهداف خودتون قدم برمی‌دارید. خیلی ها میگن اگه فقط یه سرمایه گذار تو دنیای تجارت وجود داشته باشه که برای این کار زاده شده باشه، اون یه نفر بدون شک وارن بافته. همین الان که این برنامه رو میبینید، وارن بافت ششمین فرد ثروتمند دنیاست که ارزش خالص داراییش رو فقط 116.9 بیلیون دلار تخمین زدن. میدونید یعنی چی؟ یعنی چیزی بیشتر از تولید ناخالص ملی خیلی از کشورها. برای اینکه اندازه ثروت این فرد رو بیشتر درک کنید، کافیه بدونید یه وعده نهار خوردن، یعنی صرف 30 دقیقه زمان با وارن بافت، چقدر برای شما هزینه در بر داره؟ 4.5 میلیون دلار. بله، وارن بافت در هر نیم ساعت 4.5 میلیون دلار درآمد داره. شرکت سرمایه گذاری وارن بافت به نام برکشایر هاتاوی در سال 1965 کلید خورد. اگه شما در سال 1965 فقط 100 دلار و نه بیشتر در این شرکت سرمایه گذاری کرده بودید، یعنی سهام خریده بودید، امروز بدون اون که هیچ کار دیگه‌ای کرده باشید حدود 1.2 میلیون دلار پسنداز داشتید، فقط از یه فقره سرمایه گذاری. بدون کمترین تردیدی وارن بافت از بزرگان دنیای سرمایه گذاری و کارآفرینیه. پیرمرد مهربونی که با کمترین رودرواسی تمام اونچه رو لازمه بدونید رو به شما میگه و هیچ وقتم نقش بازی نمیکنه. اما واقعاً چه چیزی باعث شده وارن بافت تبدیل به ششمین فرد ثروتمند دنیا بشه؟ اصلا اگه بدونیم چه چیزی این مرد رو به چنین جایگاهی رسونده، آیا ما هم میتونیم از اون استفاده کنیم و وضعیت مالیمون رو دگرگون کنیم؟ این برنامه‌ای که قراره ببینید، پاسخ این پرسش‌ها رو در بر داره و به غیر از اونا، شما در این برنامه 7 راز پشت پرده ثروت ششمین فرد ثروتمند جهان رو میبینید. اگه میخواید بدونید چه چیزایی باعث ثروتمند شدن یک جوان فقیر بدون هیچ پشتوانه مالی و معنوی شدن، این برنامه را از دست ندید. شاید چراغ راهی برای مسیر ثروت آفرینی شما باشه. حالا بریم سراغ 7 راز پشت پرده ثروت وارن بافت. راز شماره 1، اون خیلی میخونه. اون معتقد خوندن و مطالعه کردن ارتباط مستقیمی با اثر مرکب داره. شما میزان سطح دانش و آگاهیتون رو از دنیای اطرافتون با مطالعه روزانه به صورت کم کم افزایش میدید و در سر گذر زمان متوجه میشید با یک عالمه استراتژی و ایده های ثروت آفرینی احاطه شدید. با افزایش آگاهی و دانش فرصت های بیشتری رو میتونید تشخیص بدید و از اونا استفاده کنید. مصرف روزانه ی کتاب وارن بافت حدود 500 تا 600 صفحه است. فکر میکنید مطالعه روزانه به این مقدار حجم به وارن بافت چقدر کمک میکنه تا سرمایه گذاری های صحیحی انجام بده؟ البته لازم به ذکره که تعداد صفحات برای اون مهم نیستن. چیزی که مهمه به دست آوردن قدرت تفکر تحلیلی و نقد چیزایی که مطالعه میکنه. راز شماره 2، اون خیلی روشمند به امورات زندگیش نزدیک میشه. تو دنیای سرمایه گذاری شکست خوردن یک سهم چیزی کاملا طبیعیه. اما وارن بافت روزانه ساعتها وقت صرف تحقیق بر روی نظریه های اقتصادی متفاوت میکنه. مینویسه، تحقیق میکنه و میخونه تا زمانی که نیاز به یک تصمیم گیری نهایی و سریع باشه، کاملا آمادگی لازم رو داشته باشه. تو کسب و کار و سرمایه گذاری مهمترین چیز پیشروی و کشف فرصت های جدیده. اما روش وارن بافت به ما میگه باید کاملا با استراتژی پیش رفت، نباید به هر قیمتی پیش روی کرد. قبل از ادامه برنامه، اگر تا اینجا با ما همراه بودید، حتما دکمه لایک رو بزنید. لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن. و جدا از اون، اگر تا به حال در کانال سابسکرایب نکردید، همین حالا این کار رو انجام بدید. حالا میریم سراغ راز شماره 3. یعنی اون ثروت و موفقیتش رو یه شبه به دست نیاورده. ثروت و امپراتوری وارن بافت محصول سالها تلاش سخت و یه عالمه تجربه شکست متفاوته.
اما خیلی ها فقط شرایط و وضعیت فعلی اونو میبینن، بدون اینکه بدونن چه چیزی باعث خلق ثروت این فرد شده. وارن بافت اولین سرمایه گذاریش رو زمانی که 11 سالش بود انجام داد. اولین کارآفرینی وارن بافت ساختن یه ماشین بازی و اجاره اون به بچه های محلشون بود. بعضی ها به اشتباه تصور میکنن استعداد و توانایی تشخیص سرمایه گذاری وارن بافت یه معجزه و نیروی خدادادیه، بدون اینکه تجربیات قبلی و شکستا و تلاشای شب و روز اونو بخوان قبول کنن. راز شماره 4، اون روی اعداد تکیه میکنه. هر کسی میتونه در یک تصمیم گیری کنترل احساسشو از دست بده و تصمیمی بر پایه احساساتش بگیره. مثلا فقط چون دوست داشت، چون خوشش اومد یا چون خوشگل بود. تصمیم گیری بر اساس منطق و استدلال از سخت ترین کارهای این دنیاست. تقریبا 90% مردم ابتدا بر اساس احساسشون تصمیم میگیرن و بعد به کمک منطقشون اونو توجیه میکنن. وارن بافت از معدود افرادیه که هر تصمیمی بخواد بگیره، داده ها رو باید کاملا طبقه بندی و سنجیده شده به کمک اعداد آزمایش کنه و اگه منطقی به نظر اومد، تصمیم بگیره. استفاده از اعداد در تصمیم گیری وارن بافت باعث میشه نه تنها در مورد سرمایه گذاری فعلی تصمیم صحیحی بگیره، بلکه یک امتیاز برای اون در تشخیص سرمایه گذاری آینده باشه. راز شماره 5، اون سلطان نفوذه. به گفته وارن بافت، زمانی که وارد دنیای کسب و کار و سرمایه گذاری شد، اون هیچ چیز از فن سخنوری و نفوذ کلام نمیدونست و همین امر باعث شده بود خیلی نتونه دیگران رو ترغیب به خرید کنه. اون در زمان جوانی دوره‌های آموزش ارتباطات دیل کارنگی رو گذروند و به گفته خودش تحولی عظیم در زندگیش ایجاد شد. بقیده وارن بافت، قدرت کلام و مهارت ارتباطاتی مهمترین ثروتیه که یک نفر در زندگی میتونه به دست بیاره. حالا میرسیم به ششمین راز، یعنی اون سماجت به خرج داد. با وجود ترس و نامعین بودن اوضاع و شرایط، وارن بافت به کرات سهام‌های متفرقه خریداری کرده، در کشورهای مختلف سرمایه گذاری کرد و شرکت‌های ورشکستی زیادی رو خریداری کرده. خیلی از سرمایه گذاران تو شرایط سخت ایمان و باورشون رو از دست میدن و هر چیزی رو هم که دارن از دست میدن. اما وارن بافت تسلیم نشد. اون سخت‌ترین شرایط رو هم پشت سر گذاشت، چون میدونست فقط دریای طوفانی ناخدای لایق میسازه. وارن بافت معتقد سرمایه گذار حرفه‌ای کسیه که بتونه در بلند مدت با احتساب میزان ریسک بهترین تصمیم برای سرمایه گذاری رو بگیره و وقتی تصمیم گرفته شد دیگه نباید عقب نشینی کنه. هفتمین راز وارن بافت اینه که اون کمتر از نیاز و سرمایه گذاری‌هاش زندگی میکنه. اغلب افراد تصور میکنن چون وارن بافت ششمین فرد ثروتمند دنیاست، پس باید روزانه چند صد هزار دلار خرج کنه، ملخرجی‌های اشرافی داشته باشه و بهترین چیزا رو در دنیا بخره. اما در واقعیت اینطور نیست، چون اگه اینطور بود هیچ وقت نمیتونست تبدیل به ششمین فرد ثروتمند دنیا بشه. وارن بافت اگه مخارجش رو کم نمیکرد و پسندازهاش رو انجام نمیداد، هیچ وقت نمیتونست از دست ورشکستگی و اوضاع بد مالی سرمایه گذاری‌هاش بر بیاد. اما پس از دهه‌های سخت و گذر از بحران‌های مالی، امروز وارن بافت اگه بخواد ورشکستم بشه، باید روزانه 300 میلیون دلار خرج کنه. این یعنی به مدت 365 روز و هر روز در بهترین نقاط جهان یه خونه و یه جت اختصاصی بخره. پس تحقیقاً این امر نشدنیه و مسلماً وارن بافت چنین کاری نمی‌کنه. این هفت راز میتونن چراغ راه شما برای داشتن آینده‌ای درخشان باشن. خوب بهشون فکر کنید. در انتها فراموش نکنید که این برنامه رو حتماً با دوستان و عزیزانتون به اشتراک بگذارید. برای بررسی 17 ترفند روانشناسی برای جذب هر کسی، بهتون پیشنهاد میکنم حتماً این برنامه رو ببینید. یادت باشه، چیزی که درسته رو انجام بده، نه چیزی که راحته. پیروز و سلامت و سربلند باشید.